این لپتاپی که اینجا هست یکی از لپتاپاییه که انقدر از اون درخواست داشتید، گفتیم بریم ببینیم چه لپتاپیه. دیدیم اسمش ایسوس کریتور کیوه. این مدل هم Q530 که به نظرم دستگاه جذابیه، مخصوصا که یه صفحه نمایش اولد داره، یه سی پی یو i7 نسل 13 داره و همراه گرافیک C50. من نظرم جلب شد، بریم سراغ بررسیش که ببینیم این دستگاه واقعا چند معدل داره. این لپتاپ از اسمش مشخصه که یه لپتاپیه که برای کارهای گرافیک و طراحی و کانتنت کریتور ها، یعنی کسایی که میخوان تولید محتوا کنن، ساخته شده. یه کیبورد خوب داره، یه صفحه نمایش خوب داره، یه مشخصات قابل قبولی داره که به نظر من برای کسایی که میخوان کار ادیت و اینا انجام بدن چیز جذابیه. بریم سراغ بررسیش. من از بدنش شروع میکنم. بدن این دستگاه یه بدنه‌ایه که ترکیب آلومینیوم و پلاستیکه. به نظر من بدنه خوبی داره، اما بزرگترین ایرادش اینه که به شدت جایی اصلا انگوش میمونه، یعنی اصلا دستتو میذاری روش همونجا دقیقا دستت مونده روش و واقعا از این نظر افتضاحه. ولی خب کیفیت بدنه خوبی داره و من مشکلی باش ندارم، به نظرم خیلی مقاومم هست. با توجه به قیمت هولوش 55 تومانی که داره چیز جذابیه کیفیت ساختش. یه لولا خیلی خوب داره که کیفیت ساخت خوبی داره، ولی یه نکته که داره چون که تک محور است، این نقطه تکیگاهش هم این وسطه و دوتا لولا سمت راست و چپ نیست، یه وسطه. سر همون من توصیه میکنم در لپتاپ رو از اینجا باز و بسته نکنید، توی این نسخه مخصوصا کلا از اینجا باز بسته نکنید. اگه میخواید لولا از لپتاپتون سالم بمونه از وسط باز و بسته کنید. تو مدلایی که اینجوری تک محور است و وسط لولاش، قشنگ از همین وسط فقط باز بسته کنید. و اینجا هم یه دکمه برای یه اسلایدر داره که میتونید وبکمتون رو قطع و وصل کنید، که این خیلی چیز جذابی بود. غیر از اون کیبوردش، کیبورد فول سایز، یعنی نامپد داره، البته تقریبا میشه گفت فول سایزه چون که این پیج داون و اینا رو نداره، ولی خب نامپد داره که این خیلی کاربردیه واسه خیلی ها. مثلا کسایی که بخوام تو اپلیکیشن تیری دی اسکچ اپ اینو کار کنن معمولا نامپد به کارشون میاد. غیر از اون کیبوردش بکلایت سفید داره که به نظر من چیز جذابیه. داشتنش توی لپتاپ اینجوری خوبه، قطعا انتظار RGB نداریم توی لپتاپ، نورش هم خوبه به نظرم، بیشتر میتونست باشه ولی خب اوکیه، تو تاریکی واقعا کار در میاره. و غیر از اون هم ترکیبش ترکیب پلاستیکیه که خب جاش خوبه و کیفیت خوبی هم داره، ولی به هر حال من توصیه‌ام بهتون اینه که حتما از یه موس استفاده کنید. موس هم بهتون من موسای لاجیتک رو توصیه میکنم، یعنی از ارزوناش تا گروناش من موسای لاجیتک رو واقعا میپسندم و انتخاب میکنم. خودم MX Master TDS دارم که یه خورده قیمتش بالاست ولی واقعا موس جذابیه. حالا کلا لاجیتک از 300 تومان 400 تومان موس داره تا 5-6 تومان، حتی بیشتر 10 تومن هم داره حسین، نه؟ بله. گیمینگاش تا 10 تومن 12 تومن هم داره. ولی کلا این دستگاه رو من ایناشو میپسندم. در مورد پورتاش بخوام بگم، یه دونه تاندربولت تایپ سی داره، تاندربولت 4 که خیلی اتفاق خوبیه. یه دونه تایپ سی دیگه داره که USB تایپ سیه. دو تا USB تایپ A داره که جفتش مثلا که تا 5 گیگابیت پر سکند بیشتر نمیداد، تست ما بیشتر نداد. یه دونه RJ45 داره که سرعتش 1 گیگابیت پر سکنده که برای اینترنت، حالا اتصال اینترنت با کابل لنه. و غیر از اون یه HDMI 2.1 هم داره سمت راستش که خیلی جذابه. یکی از مشکلاتی که اکثریت آدماشون راست دست با این لپتاپ خواهند داشت اینه که متاسفانه این پورتاش سمت راست است همش، و اگه بخوای مثلا با موست کار کنی این مثلا HDMI یا لن و اینا همشون گنده است، با سمت راست مشکل می‌خوری. لپتاپ خوبی واسه چپ دست است چون سمت چپ فقط یه دونه پورت جک هدفون داره و یه دونه USB تایپ A داره. سر همین اگه چپ دستید این لپتاپ میتونم بهتون توضیح کنم چون پورتش هم سمت راسته. غیر از اون پورت شارژش هم سمت راسته، باز این همه پورت گنده سمت راست، نمیدونم چرا سمت راسته، که این 150 وات شارژره. من یه سری مشکلات دیدم، فکر کنم مال مشکلات برق ساختمون بود که شارژش قطع و وصل میشد، لپتاپ مثلا هایبرنیت میشد، این مثلا ریستارت میشه لپتاپ، یه همچین حالتی بود. ولی خب ما جای لپتاپ رو عوض کردیم، زدیم توی پریزی دیگه، اوکی شد. حالا من گفتم اینو بگم ولی یه همچین قضیه وجود داشت. سمت چپش یه پورت دوست داشتنی داره، من پورت ماچش میکنم، پورت SD کارت داره، SD کارت میخوره. طبق چیزی که ایسوس گفته بود باید تا 300 مگ سرعت میداد، ولی این به ما تا 200 مگ سرعت داد. حتی SD کارت ما 250 مگ، شاید یه حالت باید خاصی باید باشه که تا 312 مگ سرعت بده، ولی تا 200 مگ راحت برای ریدش داد و 100-110 مگ برای رایتش داد،
که به نظرم عدد خیلی خوبیه واسه لپتاپی که به این قیمت وجود داره. و کلا من از این نظر میتونم این لپتاپ رو برای هر کسی که میخواد یه کاری با دستکش انجام بده پیشنهاد میکنم، راحت مثلا ایزی بدون فکر عالیه. اما یه امتیاز بخوام تو این بخشش بدم، فکر کنم راحت بتونم امتیاز 9 از 10 رو بهش بدم، چون واقعا هر چیزی که میخوام و داره غیر از اینکه اثر جای دست زیاد روش میمونه هیچ مشکل دیگه‌ای من توش ندیدم. فوق العاده بود. 9 از 10. 10 از 10 هم میشه، ولی خب واقعا این اثر انگشت جاموندن خیلی افتضاحه، برای همون 9 از 10 اش میدم. بریم سراغ بخش بعدی که میشه نمایشگرش. توی بخش صفحه نمایش من باید بگم که این دستگاه یه دونه دستگاه 15 اینچیه، صفحهش 60 هرتزه و خب تا اینجا که میبینی خب انگار از بقیه هم قیمتش پایین تره صفحهش، اما صفحهش اولده و این یعنی این که رو صفحه اولدش شما میتونی هر رنگی رو خواستی در بیاری، میتونی بکنی 100% sRGB، میتونی بکنی 100% sRGB. صفحهش هم براقه. سر این قضیه واسه کسی که بخواد ادیت ویدیو انجام بده این صفحه نمایش فوق العاده است. میدونم 60 هرتز، میدونم هرتز بالا نداره، ولی قرار نیست تو با این لپتاپ بازی کنی. این لپتاپ برای بازی ساخته نشده. سر همون این نکته رو باید حواستون باشه که این دستگاه خیلی خوبیه برای کسایی که میخوان ویدیو و عکس و اینا ادیت کنم، SD کارت داره مشخصه. خیلی دستگاه خوبیه. سر همین توی بخش صفحه نمایش چون برای چیزی که ساخته شده دستگاه مناسبیه، من امتیاز 8 از 10 رو بهش میدم و به نظرم خیلی عالیه از این نظر. واقعا ارزش اینو داره که آدم بخواد این دستگاه بخره، فوق العاده بود. من یه نکته دیگه هم اضافه کنم، این که واسه اینکه اولده ریسپانس تایمش نسبت به یعنی نرخ واکنش صفحه با اینکه رفرش ریتش بالاست، یعنی پایینه 60 هرتز، ولی ریسپانس تایم نرخ واکنش صفحه چون بالاست توی بازی و اینا یه خورده میتونه براتون کارو در بیاره، از LCD 60 هرتز خیلی بهتره. این نکته رو باید میگفتم بهت. اما مثلا بخش بعدی یعنی پرفورمنسش. این دستگاهی که اینجا سید سی پی یو کور i7 13620 H داره به همراه یه دونه RTX 3050 6 گیگ. سکوت میکنم اینجا. تا اینجا واقعا عاشق این لپتاپ بودم. یعنی واقعا عاشق این لپتاپ بودم. تا رسیدیم به این 3050. این نسخه بالاتر هم داره، اونم با 3050 6 گیگ. اون Q540 و این واقعا برای من ناراحت کننده است. درسته تو بخوای کار کنی تو پریمیر اینا شاید 35 با 45 اونقدر تفاوتی برات نکنه، ولی خب به هر حال اول اینکه 45 کمتر داغ میکنه، دوم اینکه خب پرفورمنسش بهتره دیگه و تفاوت قیمتش فکر نکنم اونقدر باشه که ایسوس بخواد. حالا باز این مدلش 35 6 گیگ بود اوکی بود، کاش اون مدل بالاییه 45 بود و این قضیه خیلی برام اذیت کننده بود. پرفورمنسش واقعا خوب بود، من مشکلی باش نداشتم. به عنوان یک دستگاهی که آدم داره باش کار میکنه دستگاه خوب و قابل قبولیه. مثلا ما توی این دستگاه خب به حال خورده محدوده دیگه کار سی پی یوش. سینبنچ رو تست کردیم، بین 11000 تا 12000 چند تا تست گرفتیم داد بهمون عدد و به نظرم عدد اوکی و خوبی بود با توجه به اینکه دستگاه چقدر نازک و جمجور و سبکه. به نظرم خیلی عدد خوبی بود. دو تا فن داره پشتش و نکتهش این بود که وقتی داشتیم تست میگرفتیم بدنش اونقدر حرارت رو به دست منتقل نمیکرد که خوب بود به نسبت برای بازی و اینا، بنظرم عدد خوبی بود. غیر از این ما تست سینه بنچ رو روش گرفتیم، سینه بنچ 2024 رو توی سی پی یو تستمون دهمون عدد 653 داد و توی سینگل کور سی پی یو تستمون عدد 107 داد بهمون که عدد خوب و قابل قبولی بود به نظر من. ما روی این دستگاه گیک بنچ هم تست کردیم که گیک بنچ عدد خیلی خوبی بهمون داد، 2415 داد و 11649 برای مولتی کور. گیک بنچ خوب گرفته، سینه بنچ خورده پایین گرفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه دستگاه کولینگش محدوده، سیستم خنک کنندش محدوده. واقعاً همین یه تست ساده مثل گیک بنچ رو خیلی خوب میگیره، ولی مثلا سینه بنچ که سخت‌تره رو خورده سخت میگیره. ما روی این دستگاه دیردی مارک رو هم تست کردیم، عدد واقعاً جالبی بهمون نداد. نمیدونم چرا، ولی 4213 داد که عدد واقعا پایینیه واسه 35 6 گیگ و نشون میده که اگر دنبال این هستین که اپلیکیشن های 3D یا بازی زیاد بکنید روی این دستگاه اصلا انتخاب خوبی براتون نیست. این نکته رو بعد در مورد مثلا جی پی یوش بهتون میگفتم. اگر همین این 4050 بود من باهاتون شرط میبندم که عدد تایم اسپایش حداقل دو برابر این میشد، ولی ایسوس تصمیم گرفته 35 بذاره. ناراحت کننده است.
بعد ما توی این لپتاپ سایبرپانک رو تست کردیم. روی پریست اولترا خب دارید عددا رو می‌بینید که به همون چه عددی داده. روی پریست امین مود روش گرفتیم که یعنی اینکه ری تریسینگ اولتراست بدون هیچ دی ال اس و اینا. عددی قابل قبولی داد. قاعدتا روی این لپتاپ نمیتونی با این مشخصات بازی کنی روی پریست ری تریسینگ اولترا. ولی خب عددی خوب و قابل قبولی داد بهمون. غیر از اون ما یه حالت ری تریسینگ اولترا هم تست کردیم که توش دی ال اس روشنه. با DLSS تونستیم عدده بهتری بگیریم، ولی باز اگه میخواید روی این دستگاه بازی کنید ری تریسینگ رو کلا خاموش کنید، پریستش هم بذارید رو میدیوم که هم نده به دستگاه فشار بیاد، همین که بدون مشکل بتونید بازی کنید، میتونه راحت 60 فریم بده توی اون عددا. توی بازی رینبو هم که ما بازی تستی گرفتیم روش، توی بازی رینبو عدد 278 داد بهمون روی اوریج FPS، ماکسیمم اونم 323 بود، مینیمم یعنی حداقل FPS گرفتیم 240 بود روی پایین‌ترین حالت بازی. یه دونه رفتیم بالا، رفتیم روی مدیومش، توی مدیوم بهمون برای حداقل 173 FPS داد، 211 FPS روی اوریج داد، این میانگین داد و روی بالاترین حالت هم 247 داد. ولی وقتی گذاشتیم روی اولترا، لپتاپ هنوز داشت پرفورمنس خوبی میداد، یعنی اینکه اذیت نمیشد. 158 تا حداقل FPSش بود، 194 تا میانگینش بود و بالاترین حدش 235 تا بود که به نظر من عدده خوبیه واسه یه همچین لپتاپی، ولی خب مشخصه که 350ش محدوده و بیشتر از یه حدی نمیتونه کار کنه. عددهایی که ما میگرفتیم بین 50 تا 60 وات بود واسه 350ش، بیشتر از اون هم زیاد نمیرفت و اگر میخواید این دستگاه بخرید باید این توی ذهنتون باشه که یه 350 محدود توش دارید. ما تست پریمیر هم رو این دستگاه گرفتیم که توی پریمیر تونستیم عدد اولش که میگم وسطش یهو هایبرنیت شد و خاموش شد فلان، اینو من آوردم اونش میبر درست شد توی حدوش 7 دقیقه و 30 ثانیه برام رندر گرفت که به نظر من عدد خیلی خوبیه. یکی از دلایلی که این عدد خوبه هم داد اینه که این دستگاه RTX 3050ش استودیو درایوره. دیدی تو بازی ها تایم اسپایل چه پرفورمنس ضعیفی داد ولی تو پریمیر چه تست خوبی پاس کرد و تونست عدد خوبی به اون بده. بخاطر همین استودیو درایور است که نشون میده برای کسایی که بخوان کار بکنن، کار گرافیک بکنن، این دستگاه فوق العاده است واسه شون. و غیر از این ما SSDش هم تست کردیم که توصیه میکنم حتما SSDش رو عوض کنید. SSD دستگاه PCIe Gen 4 مثلا ولی ریدش 4300ه، 4 گیگ و 300، رایتش 1800 واقعا رایتش کمه. اگه این دستگاه خریدید حتما SSDش هم عوض کنید به نظر من. حالا مثلا یه 6 ماه بعدش میخواید پول جمع کنید عوض کنید، ولی حتما این کارو بکنید. توی بخش پرفورمنس هم با تجربه که این لپتاپ برای تولید کنندگان محتوا ادیتورها اینا ساخته شده و اون کارو داره به خوبی انجام میده، 7 امتیاز بهش میدم و به خاطر اینکه صدای فنش اونقدر وحشتناک نیست یه امتیاز دوباره بهش اضافه میکنم و 8 از 10 رو بخش پرفورمنس بهش میدم که به نظر من عدد خوب و درستیه واسه این لپتاپ با این مشخصات توی کاتگوری لپتاپ‌های غیر گیمینگ و توی این قیمت این عدد خوبه. اگر یه لپتاپ گیمی بود این پرفورمنس رو میداد من بهش اصلا 4 از 10 میدادم، ولی لپتاپیه که گیمینگ نیست و برای هدفی که ساخته شده داره خوب کار میکنه، پس عدد 8 از 10 بهش میدم. اما در مورد اسپیکراش، اسپیکره آنچنان خوبی نداره. جالبش میدونی چیه؟ ایسوس رو لپتاپ ارزوناش که صداشون خوب نیست میزنه ساوند بای هارمون کاردن. نمیدونم داستانش چیه، یعنی زفیروس M16 اومد هیچی روش نزده بود، بهترین اسپیکرهای لپتاپ ایسوس رو زفیروس M16 بود، بهترین خروجی صدا رو من رون گرفتم روش هیچی نزده بود. روی این که صداش معمولی و خیلی مه بود هارمون کاردن زد. خیلی جالبه برای من. اما در مورد وبکمش بگم به نظرم کیفیت وبکم خوبی داره. من اگه اینجوری خورده تایپ کنم خورده لرزش صفحه زیاده، ولی کیفیت وبکم خوبی داره و من دوستش دارم. به نظرم همه چیز اوکیه. اینجا هم این اسلایدرشه که ببندی به صورت فیزیکی وبکم دیگه دسترسی نداره کسی. من اینو خیلی دوست داشتم داشته باشم رو لپتاپم. اما در مورد باتری این دستگاه باتری 70 وات ساعتیه که آدم انتظار داره که باتریش خوب باشه، ولی حقیقت اینه که باتری 70 وات ساعتی توی این دستگاه زیاد عملکرد خوبی نداشت به نظرم و 3-4 ساعت بیشتر به باتری نداد. شاید به خاطر اینه که صفحش اولد بالای 400 نیتس و شاید به خاطر اینه، ولی چیزی که من دیدم متاسفانه میزان باتری کمی به همون داد. یعنی مثلا من برنامه شروع کردم 100% بود، الان تو هولوش 20 دقیقه ضبط کردیم 40% از باتریش رفته، نزدیک 35-40% از باتریش رفته که به نظر من عدد جالب نیست واسه این لپتاپ و انتظارم خیلی بیشتر بود ازش. این مشکل این دستگاه بود، ولی در نهایت باید بگم من بخوام اگه یه امتیاز کلی به این دستگاه بدم
امتیاز 8 از 10 رو بهش میدم. اگر دوباره تاکید میکنم، اگر کسی هستید که بازی کم میکنید، دستگاه میخواهید بخرید، باش برید تو پریمیر رو، فتوشاپ و تی دی مکس و چه میدونم اسکچاپ و فلان اینا، این دستگاه دستگاه خوبیه. وزنش هم واقعا کم و دوست داشتنیه و من دوستش داشتم. میتونم بهتون توصیه کنم اگر که گیم زیاد نمیزنید برید سراغ این دستگاه اینو بخرید، چون واقعا دستگاه خوبی بود به نظرم. ولی ای کاش که آرتیکس 4050 داشت. نظرتون حتما این پایین برام کامنت کنید در مورد این لپتاپ. اگه این برنامه دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. دمتون گرم، خدافظ. میگم رمش قابل ارتقاست یه اسلاتش تا شنبه. حالا ببینیم چیکار می‌کنیم. آره با توجه اینکه 4800 احتمالاً اینکهش قابل ارتقاست. آره نه افرا زده بود 40 گیگ. آه خب پس این لپتاپی که اینجاست یکی از لپتاپاییه که انقدر از اون درخواست داشت.